دوستان و همراهان عزیز درود بر شما و امیدوارم هر جا که هستید تنتون سلامت و دلتون شاد باشه ما یکی از آگایی های محترم که باهاش در ارتباط بودیم پرسیدم در رابطه با تناسخ و میخواستم یک پست کامل در این زمینه پر کنم اما این آگاهی محترم من رو به هم گفت که به هیچ عنوان اصلا نیازی نیست شما راجع به تناسخ صحبت کنید شما نیاز زندگی کردن در زمان حال رو به انسان ها یاد بدید پرسیدم چرا نکته جالب و قابل توجهی رو به من گفت و مفهوم تمام چیزهایی که در این مدت تحقیق کرده بودم رو در این جمله خلاصه کرد من به اعتقاد هیچ انسانی نه توهین میکنم نه رد میکنم نه اینکه تعصب دارم میدونیم در دنیا های مختلفی وجود داره که به دنیای پس از مرگ اعتقاد دارن بعضی ها هم هستن که اصلا به روح و دنیای پس از مرگ اعتقاد ندارن دوستان من به تمام انسان ها احترام میذارم چه اونهایی که به دنیای پس از مرگ اعتقاد دارن چه به اونهایی که به دنیای بهشت و جهنم اعتقاد دارن چه اونهایی که به تناسخ اعتقاد دارن چه اونهایی که مثل من به تکامل روح اعتقاد دارن من اعتقادم اینه که ما انسانها ها واقعی ترین لحظه ای که میتونیم درکش کنیم همین الانه نه بهشت رو میتونیم درک کنیم نه جهنم رو نه مرگ رو میتونیم درک کنیم و نه تکامل رو نه زندگی حیوانی که در تناسخ عنوان شده رو میتونیم درک کنیم و نه اینکه روح ما بعدا ممکنه در جسم دیگه ای قرار بگیره همه اینها امکان این براش وجود داره چون نظریه های متافیزیکی نظریه هایی هستن که به صورت علمی و واضح و فیزیکی نمیتونیم اونها رو اثبات کنیم پس ما بیم چه کار کنیم؟ از ما بین تمام این عقاید احترام به تمام مذاهب احترام به تمام عقاید احترام به تمام کسانی که به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند یا اونهایی که به زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارند چه اونهایی که به توالی زندگی اعتقاد دارند چه اونهایی که به یک زندگی و به بهشت و جهنم اعتقاد دارند فرقی نمیکنه همه دایره صحبت ما در یک زمان خلاصه شده تو هیچ کدوم از اونها رو به ذره درک نخواهی کرد یعنی تو اگر صدها زندگی قبل از این هم داشتی درکی ازش نداری صدها زندگی بعد از این هم داشته باشی درکی ازش نداری اگر قرار به بهشت بری درکی ازش نداری قرار به جهنم هم بری درکی ازش نداری اگر قرار در تناسخ در زندگی حیوانی قرار بگیری باز هم درکی ازش نداری چه چیزی رو تو درک داری همین الان رو تو درک داری زندگی خلاصه میشه در زمان حال حالا بیایم یه بررسی دیگه ای داشته باشیم اگر ما یاد بگیریم در زمان حال به بهترین شکل به بالاترین کیفیت زندگی بکنیم انسان باشیم انسانیت داشته باشیم وجدان داشته باشیم شرافت داشته باشیم صادق باشیم طمع نداشته باشیم انسانیت رو اگر به تمام معنا داشته باشید در زمان حال شما یک زندگی کاملا خوب خواهید داشت با وجدانی آسوده با شرافتی لکدار نشده شما انسان خواهی بود زندگی خوب خواهی داشت حالا اگر به این شکل زندگی کنی هم در زندگی زمینی و فیزیکی زندگی آرامی خواهی داشت هم اگر بهشتی وجود داشته باشه به بهشت خواهی رفت هم اگر توالی زندگی وجود داشته باشی در زندگی بعدی رشد خواهی کرد هم تو میتونی هم آینده خودت رو داشته باشی هم زمان حال خودت رو داشته باشی پس برای من وجود تمام اینها در حاله از ابهامه ابهام در زمانی واقعی میشه که من لحظه واقعی زندگی خودم رو دریابم. من زندگی خودم رو اینجا به تمام معنا با شکلی آرامبخش، با آرامش، با سرور، با نشاط، با شادی، با حس خوب زندگی بکنم تا هم زندگی خوبی در اینجا داشته باشم. هم پیامد این زندگی. هر چیزی که در پیش هست، هر چیزی که در آیندهش هست. قطعا وقتی شما در یک مسیر صاف و رو به سمت جلو و رو به سمت نور حرکت کنی انا لله و انا الیه راجعون شما همتون رجعت میکنید به سمت نور خداوند همتون به تکامل میرسید همتون اگر دوست داری بری بهشت میری بهشت اگر دوست داری در توالی زندگی ها قرار بگیری یک زندگی خواهی داشت که حضرت سعدی میفرماید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یعنی در اون مسیر هم به تعالی خواهی رسید پس زندگی کردن رو در زمان حال یاد بگیرید که اگر حال خوبی داشته باشید و ایجاد کنی برای خودت قطعا هر, هر آیندهی که تمام ادیان مکاتب آینها برای شما متصور شدن رو به بهترین شکل برای خودت خلق خواهی کرد درود خداوند بر شما امیدوارم روح جاودان شما به بهترین شکل تجربه زمینی خودش رو ادامه بده دوستان و همراهان عزیز درود بر شما و امیدوارم هر جا که هستید تنتون سلامت و دلتون شاد باشه ما یکی از آگایی های محترم که باهاش در ارتباط بودیم پرسیدم در رابطه با تناسخ و میخواستم یک پست کامل در این زمینه پر کنم اما این آگاهی محترم من رو به هم گفت که به هیچ عنوان اصلا نیازی نیست شما راجع به تناسخ صحبت کنید شما نیاز زندگی کردن در زمان حال رو به انسانها یاد بدید پرسیدم چرا نکته جالب و قابل توجهی رو به من گفت و مفهوم تمام چیزهایی که در این مدت تحقیق کرده بودم رو در این جمله خلاصه کرد من به اعتقاد هیچ انسانی نه توهین میکنم نه رد میکنم نه اینکه تعصب دارم میدونیم در دنیا آینهای مختلفی وجود داره که به دنیای پس از مرگ اعتقاد دارن بعضی ها هم هستن که اصلا به روح و دنیای پس از مرگ اعتقاد ندارن دوستان من به تمام انسانها احترام میذارم چه اونهایی که به دنیای پس از مرگ اعتقاد دارن چه به اونهایی که به دنیای بهشت و جهنم اعتقاد دارن چه اونهایی که به تناسخ اعتقاد دارن چه اونهایی که مثل من به تکامل روح اعتقاد دارن من اعتقادم اینه که ما انسان ها واقعی ترین لحظه ای که میتونیم درکش کنیم همین الانه نه بهش رو میتونیم درک کنیم نه جهنم رو نه مرگ رو میتونیم درک کنیم و نه تکامل رو نه زندگی حیوانی که در تناسخ عنوان شده رو میتونیم درک کنیم و نه اینکه روح ما بعدا ممکنه در جسم دیگه ای قرار بگیره همه اینها امکان این براش وجود داره چون نظریه های متافیزیکی نظریه هایی هستند که به صورت علمی و واضح و فیزیکی نمیتونیم اونها رو اثبات کنیم پس ما بیم چه کار کنیم از ما بین تمام این عقاید احترام به تمام مذاهب احترام به تمام عقاید احترام به تمام کسانی که به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند یا اونهایی که به زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارند چه اونهایی که به توالی زندگی اعتقاد دارن چه اونهایی که به یک زندگی و به بهشت و جهنم اعتقاد دارن فرقی نمیکنه. همه دایره صحبت ما در یک زمان خلاصه شده تو هیچ کدوم از اونها رو به ذره درک نخواهی کرد یعنی تو اگر صدها زندگی قبل از این هم داشتی درکی ازش نداری صدها زندگی بعد از این هم داشته باشی درکی ازش نداری اگر قرار به بهشت بری درکی ازش نداری قرار به جهنم هم بری درکی ازش نداری اگر قرار در تناسخ در زندگی حیوانی قرار بگیری باز هم درکی ازش نداری چه چیزی رو تو درک داری همین الان رو تو درک داری زندگی خلاصه میشه در زمان حال حالا بیایم یه بررسی دیگه ای داشته باشیم اگر ما یاد بگیریم در زمان حال به بهترین شکل به بالاترین کیفیت زندگی بکنیم انسان باشیم انسانیت داشته باشیم وجدان داشته باشیم شرافت داشته باشیم صادق باشیم طمع نداشته باشیم انسانیت رو اگر به تمام معنا داشته باشید در زمان حال شما یک زندگی کاملا خوب خواهید داشت با وجدانی آسوده با شرافتی لکدار نشده شما انسان خواهی بود زندگی خوب خواهی داشت حالا اگر به این شکل زندگی کنی هم در زندگی زمینی و فیزیکی زندگی آرامی خواهی داشت هم اگر بهشتی وجود داشته باشه به بهشت خواهی رفت هم اگر توالی زندگی وجود داشته باشی در زندگی بعدی رشد خواهی کرد هم تو میتونی هم آینده خودت رو داشته باشی هم زمان حال خودت رو داشته باشی پس برای من وجود تمام اینها در حاله از ابهام ابحام ابهام در زمانی واقعی میشه که من لحظه واقعی زندگی خودم رو دریابم من زندگی خودم رو اینجا به تمام معنا با شکلی آرامبخش، با آرامش با سرور با نشاط با شادی با حس خوب زندگی بکنم تا هم زندگی خوبی در اینجا داشته باشم هم پیامد این زندگی هر چیزی که در پیش هست هر چیزی که در آیندهش هست قطعا وقتی شما در یک مسیر صاف و رو به سمت جلو و رو به سمت نور حرکت کنی انا لله و انا الیه راجعون شما همتون رجعت میکنید به سمت نور خداوند همتون به تکامل میرسید همتون اگر دوست داری بری بهشت میری بهشت اگر دوست داری در توالی زندگی ها قرار بگیری یک زندگی خواهی داشت که حضرت سعدی میفرماید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یعنی در اون مسیر هم به توالی خواهی رسید پس زندگی کردن رو در زمان حال یاد بگیرید که اگر حال خوبی داشته باشید و ایجاد کنی برای خودت قطعا هر, هر آینده ای که تمام ادیان، مکاتب، آینها برای شما متصور شدن رو به بهترین شکل برای خودت خلق خواهی کرد درود خداوند بر شما امیدوارم روح جاودان شما به بهترین شکل تجربه زمینی خودش رو ادامه بده